تیراندازی مزدوران سپاه پاسداران به خودروی شهروندان در زاهدان. خبرگزاری بلومبرگ: معاون خزانه‌داری آمریکا به اروپا نسبت به اجرایی شدن اینستکس هشدار داد. خبرگزاری رویترز: صادرات نفت ایران به زیر 400 هزار بشکه در روز سقوط کرد. سه‌شنبه شب مزدوران جنایتکار سپاه پاسداران به روی خودروی یک شهروند زاهدانی که سه کودک به همراه داشت آتش گشودند. تیر از کنار یکی از کودکان گذشت. این خودرو هیچ گونه باری به همراه نداشت. طی دو روز گذشته نیز دو هموطن بلوچ توسط پاسداران جنایت پیشه با شلیک گلوله به قتل رسیدند. پاسدار عباس علی محمدیان، سرکرده نیروی انتظامی رژیم در استان البرز، گفت یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین در محدوده مشکین دشت کرج به سمت ماموران انتظامی رژیم آخوندی تیراندازی کردند. این موتورسیکلت بعد از تیراندازی سریعا متواری شد، ولی بعد از تعقیب و گریز و درگیری هر دو نفر دستگیر شدند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه اعلام کرد سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، طی نامه‌ای در اردیبهشت ماه گذشته خطاب به پر فیشر، رئیس اینستکس، هشدار داده است چنانچه اینستکس به مرحله اجرا گذاشته شود، این طرح و تمام کسانی که با آن مرتبط هستند ممکن است از دسترسی به سیستم مالی آمریکا منع شوند. وی هشدار داده است درگیر شدن در اعمال خلاف تحریم‌های آمریکا می‌تواند پیامدهای شدیدی در پی داشته باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران، صدور نفت خام در ماه مه به حدود 400 هزار بشکه در روز سقوط کرد. این رقم از طریق بررسی داده‌های نفتکش‌ها و اظهارات دو منبع در این صنعت به دست آمده است. یکی از منابع به رویترز گفته است در دو هفته اول ماه جاری میلادی میزان صادرات 250 هزار بشکه در روز بود. این میزان کاهش به طور عمیقی درآمدهای رژیم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. إنه من شبه المؤكد بأن إيران تقف وراء الهجوم الأخير على السفن في خليج عمان، مضيفا أنه يعتقد بأن الهجوم نتج عن ألغام بحرية من إيران. جان بولتون، مشاور أمنيت ملي أمريكا، روز چهارشنبه به رژیم ایران هشدار داد هر گونه حمله در خلیج فارس با واکنش بسیار قوی از جانب آمریکا مواجه خواهد شد. وی گفت یک تلاش نامعلوم برای حمله به بندر نفتی یانبو عربستان سعودی هم بوده است که وی رژیم ایران را مقصر آن دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، جان بولتون تهدید کرد نکته این است که این را برای رژیم ایران و دست نشاندگانش کاملا روشن کنیم که این نوع اقدامات ریسک یک واکنش بسیار قوی از جانب آمریکا را دارد. آخوند روحانی در جلسه دولتش برای خوشامد خامنه‌ای به روزخانی درباره نمایش‌های حکومتی روز قدس پرداخت و ضمن گدایی مذاکره از آمریکا خطاب به ترامپ گفت راه مذاکره بسته نیست. رئیس جمهور ارتجاع در واکنش به حرف‌های دونالد ترامپ در ژاپن همان حرف ظریف را تکرار کرد که آمریکا در کردار خودش باید نشان بدهد دنبال سرنگونی نظام نیست و خواستار رفع تحریم‌ها شد. روحانی به دروغ مدعی شد تورم در اردیبهشت کاهش محسوسی نشان می‌دهد. این ادعای روحانی در حالی است که مرکز آمار رژیم از افزایش 3.6% نرخ تورم در اردیبهشت ماه و ثبت 34.2% آن خبر داده است.